حزب فعلاً در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 15 ینوار سال 2024 در یک بیانیه حکم زندان خانواده یعقوبوف را که غایبانه صادر شده است همچون حکم خودسرانه سیاسی و ادامه سرکوب‌های دیگر اندیشان محکوم کرد. طوری قبلاً گزارش شده بود دادگاه شهر خوجند ماه دکبر سال 2023 الهام جان یعقوبوف رهبر انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا و عضو پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان اپوزیسیای تاجیک را به مدت طولانی محکوم به زندان کرد. برابر او پدر 80 سالش داداجان یعقوبوف به 14 سال زندان، مادر 75 سالش آچاجان یعقوبوف به 7 سال و خواهر 52 سالش منیره یعقوبوف به 5.5 سال زندان محکوم شدند. مقامات تا کنون رسما حکم این چهار عضو خانواده یعقوبوف را شرح ندادند، ولی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اظهاراتش این حکم را مجازات دست جمعانه یک اویله به خاطر فعالیت‌های سیاسی یک نفر نامید و آن را مخالف به سر قانون تاجیکستان و قانون‌های بین المللی نامید. حزب نهضت با یادآوری از این که قبلا عضو ریاستش شمس‌الدین سعیدوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را نیز غایبانه محکوم به زندان کرده بودند و گفت رهبریت کشور دادگاه‌ها را به وسیله سرکوب دیگراندیشی و تحکیم روند خودکامگی در کشور تبدیل داده است. حکومت از طریق دادگاه می خواهد مجازات دستجمعانه خانواده های مخالفین سیاسیش را پوشش قانونی بدهد. حزب نهضت از سازمان های بین المللی درخواست می کند که به این عمل مقامات تاجیکستان بی توجه نباشند و نگذارند که حکومت از دادگاه سوء استفاده نموده مجازات دستجمعانه نزدیکان مخالفین را به یک امر عادی تبدیل داده تمام ارزش های دموکراتی و انسانی را پایمال نماید. قبلا خبر داده شد که الهام جان یعقوبوف این حکم را سنگین نامیده گفته است پدر و مادر سالخوردم و خواهرم به فعالیت من هیچ ربطی ندارند، چرا باید به زندان محکوم شوند؟ یک برادرم در تاجیکستان مانده بود، چند مدت ناپدید بود. در سال 2018 درک یافتیم که فوتیده است. با تلاش زیاد گورش را در آرامگاه نور اسلام در خوجند یافتیم، میگوید الهام جان یعقوبوف. دادگاه های تاجیکستان از سال 2017 به این طرف از تجربه محاکمه غایبانه افرادی که در خارج از کشور قرار دارند سر کردند. از حکم های پر سر و صدایی که دادگاه های تاجیکستان غایبانه صادر کردند، یکی از 15 سال حکم زندان یکی از سابقه داران حزب نهضت شمس‌الدین سعید است که هنوز سال 2018 صادر شده بود. سال 2019 دادگاه عالی تاجیکستان بازم در غیبش محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت را به حبس عمرباد محکوم کرد، ولی تا کنون این حکم خود را رسما نشر نکرده است. دادگاه عالی فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تشکل اعظم عمده اپوزیسیونی تاجیک را سال 2015 منع کرد. این حزب بالا اساسا در قلمرو اتحاد اروپا عمل می کند.